گرمترین سلام ها و درود ها خدمت همه شما همراهان عزیز. وقتتون بخیر. با شما هستیم با روی خط و نگاهی به رسانه های مقاومت. از چند ماه قبل میشد اختلافات عمیق در بین باندهای مختلف رژیم رو در صحن مجلس دید، اما حالا میبینیم که این اختلافات خیلی شدیدتر شده و به رأس نظام رسیده. سایت مجاهد در سخن روز به عنوان زمین سفت و شاخ زدن گاو ها به این موضوع پرداخته. چند روز پیش خامنه ای با طعنه و کنایه خطاب به روحانی و باندش گفت عده‌ای اسم عقل و عقلانیت رو میارن، ولی منظورشون ترسیدن هست و وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید و منفعل باشید و در واقع به روحانی حمله کرد. روحانی هم در پاسخ اون از پیامبر و ائمه مثال زد و اینکه اونها هم تحت چارچوب قانون کار میکردن و این موضوع باعث درگیری بعدی شد که روزنامه های هر دو باند هم شروع کنن به جواب دادن به هم دیگه. اما علت این اختلافات چیه؟ تا جایی که حتی کار به اونجا رسیده که آخوند ذوالنور در رابطه با اعدام روحانی صحبت میکنه. در این مقاله نگاهی داره به معنی و پیام این حملات باندی و منشأ و خاستگاه مشترک تک تک این تک و پاتک ها. در واقع خامنه ای قصد داره که این اوضاع در هم ریخته اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و به خصوص بحران کرونا رو روی سر روحانی و باندش خراب بکنه و روحانی و باندش هم راه حل شرایط فعلی رو فقط و فقط مذاکره با آمریکا میدونن و در حقیقت ترس مشترک هر دو باند رژیم از سرنگونی و اعتراضات مردم هست که اونها رو اینطوری وادار کرده به جون هم بیفتن و علیه هم موضع‌گیری بکنن. سایت مجاهد در مقاله دیگه با عنوان وقتی زمین زیر پای آخوندها سفت می شود به وجوه دیگه از همین جدال باندی پرداخته و در ابتدا هم یادآوری کرده شعار خامنه ای رو که دنبال دولت جوان حزب اللهی و جوان و مؤمن بود که از همون موقع هم شعارهای حسینی کردن کاخ سفید و سخنرانی های پرحرارت پاسدار حسن عباسی هم شروع شد. اما می بینیم که هر چقدر پیش رفتیم در این زمینه بیشتر شاهد عقب نشینی بودیم و خوابیدن باد این تبلیغات رژیم تا جایی که حالا به این جدال ها رسیده. اما در این وضعیت رژیم چه راه حلی داره و آیا پشتوانه و حامی استراتژیکی داره یا خیر؟ سایت مجاهد در مقاله دوستان استراتژیک کجایی داریم از پا میافتیم به این موضوع پرداخته. در این مقاله ابتدا این سوال رو مطرح میکنه که بالاخره بعد از 40 سال جنگ طلبی و صدور بنیادگرایی و گروه‌های نیابتی که رژیم داشته در حال حاضر همراه استراتژیک اون در منطقه چه کسی هست و آیا اصلا در سطح جهانی کسی هست که بشه از اون به عنوان همپیمان یا همراه استراتژیک رژیم نام برد. طی سالهای قبل رژیم تلاش میکرد به قول خودشون با نگاه به شرق چین و روسیه رو همراه و متحد خودش بکنه، اما در اعترافاتی که در خود رسانه‌های رژیم هم شده و مهره‌های رژیم گفتن که چین و روسیه ایران رو متحد استراتژیک خودشون به حساب نمیارن. در ادامه نگاهی داره به گدایی مدارا از طرف رژیم که در شرایط انزوای جهانی و شدت گرفتن محکومیت ها و اعتراض بین‌المللی حالا داره گدایی مدارا رو میکنه و بعد همین که سفرهاش به عراق و چین هم ناکام شده و به چیزی که میخواسته نرسیده و در نهایت هم به این میرسیم که فشارها در روی رژیم در سه هفته آینده به اوج خودش میرسه و در واقع رژیم در نقطه ای هست که نه دوستی داره نه پولی و به یک بنبست جدید رسیده. میریم به سایت ایران آزادی و در ادامه مقالاتی که راجع به نقش سپاه در رژیم آخوندی بود مقاله دیگری رو منتشر شده که عنوانش هست مؤسسات مالی اعتباری سپاه و مردم مال باخته. در این مقاله به این پرداخته که سپاه از چه زمانی وارد عرصه بانکداری و مؤسسات مالی اعتباری شد که این برمیگرده به اردیبهشت 72 که به تصویب خامنه ای رسید، بعد بنیاد تعاون سپاه و نقش اون در بانکهایی مثل بانک انصار و بعد نام برده از بانکهایی که سپاه اونها رو پشتیبانی میکرده و به راه انداخته و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری سپاه و بعد همین که چطور سپاه روی بخش مالی و بانکی کشور چنگ انداخت که نتیجه اون هم چیزی نبود جز بالباخته ها و بحرانی که در این رابطه به وجود اومد. سایت مجاهد هم قسمت هشتم مقاله تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران رو منتشر کرده. در این مقاله همونطور که در قسمت‌های قبل هم دیدیم در هر قسمت به بخشی از این سیاست رژیم می‌پردازه که چطور اقتصاد رو از چنگ مردم خارج کردن و به انحصار سپاه و خود بیت خامنه‌ای درآوردن. در این قسمت با اشاره به طرحی که خامنه‌ای تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح کرد به نقش این موضوع و طرح در
چپاول حقوق کارگران اشاره شده. در این مقاله ابتدا نگاهی داره به نابود کردن قوانین نیمبند کارگری توسط رژیم، بیگاری کشیدن از کارگران با استفاده از قرارداد موقت و قرارداد سفید امضا و در واقع اینکه در حال حاضر این بدترین وضعیت کارگران هست و سرنوشت مشابه استادان، معلمان و پرستاران مثل کارگران، افزایش ساعت‌های کاری و مقایسه این موضوع با یک مثال تاریخی در زمان شاه و حرف‌های امیرعباس هویدا که میگفت اجازه نمیدن که قدرت خرید اقشار محروم جامعه بالا بره تا از بالا رفتن تورم جلوگیری بکنن. و در ادامه هم اینکه این سیاست رسیده به جایی که مردم در برابر رژیم قرار گرفتن و شعار اونها علیه رژیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و مرگ بر ستمگر هست. طی ماه‌های اخیر رژیم در حالی که در صادرات نفتی به بن‌بست رسیده تلاش کرده که تبلیغ بکنه که تونسته با صادرات غیر نفتی تا حد این کسری بودجه رو جبران بکنه، اما این موضوع چقدر حقیقت داره؟ سایت مجاهد در مقاله صادرات غیر نفتی به سرنوشت صادرات نفتی پیوست ابتدا نگاهی داره به وضعیت صادرات نفت و اینکه در سال 98 این صادرات چقدر بوده و اینکه حرف‌های رژیم بیشتر شعار و دروغ و امیدآفرینی هست نه آمار واقعی. نگاهی هم داره به نمونه‌هایی از صادرات سقوط کرده غیر نفتی مثل پسته و فرش یا پوشاک که نشون میده که این صادرات هم در واقع به بن‌بست رسیدن و نقش کیفی در اقتصاد آخوندها بازی نمی‌کنند. نگاهی هم داریم به چند مورد از گزارش‌هایی که در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران آخوندزاده منتشر شده. سایت ایران آزادی گزارش رو منتشر کرده در رابطه با کارنامه 6 ماهه اعدام سال جدید در ایران که در سایت یوراسیا منتشر شده و نگاهی داره به اعدام‌هایی که در 6 ماه اخیر انجام گرفته و همینطور شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌های آخوندها و همینطور پرونده نوید افکاری. همچنین روز 24 مهر گزارشگر ملل متحد هم گزارش رو در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. سایت ایران آزادی بخشی از این گزارش رو به عنوان گزارش دبیرکل ملل متحد بازداشت 1000 کودک تنها در خوزستان منتشر کرده. در این گزارش به مجازات مرگ پرداخته، همینطور به کودکانی که در صف اعدام هستند، وضعیت شهروندان دو تابعیتی، قیام آبان 98 و سرکوب و کشتار و بازداشتی که صورت گرفت، آمار تکون دهنده 1000 کودک بازداشت شده در خوزستان در جریان اعتراضات به خصوص اعتراضات سال 98 و نگاهی هم داره به موضوع حق آزادی بیان، بحران کرونا در زندان‌ها و حقوق زنان که یک تبعیض قانونی، عملی و آشکار در ایران آخوندزاده جریان داره. با چنین وضعیت و چنین پرونده سیاهی از حقوق بشر، خامنه‌ای و رئیسی جلاد مدعی اصلاح و دادن بخشنامه برای رعایت حقوق بشر متهمین هم شدند. سایت همبستگی ملی در مقاله‌ای با عنوان خامنه‌ای شکلک امنیت قضایی با یک بخشنامه به این ادعای جدید رئیسی پرداخته و هدف خامنه‌ای از مطرح کردن این سیاست در سند مسخره‌ای با عنوان امنیت قضایی که در واقع یک شکلک میان روی هست و واقعیتی نداره. نگاهی بود به جدیدترین تحلیل‌ها و مقالات در رسانه‌های مقاومت. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگه شما رو به خدا می‌سپارم. موفق باشید.